عباس استانکزی، از فرمانهای خلاف شریعت اطاعت نکنید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال. عباس استانکزی، از فرمانهای خلاف شریعت اطاعت نکنید. شیر محمد عباس استانکزی، معاون وزارت خارجه طالبان، در یک سخنرانی که ویدیوی آن روز سه شنبه 20 جدی در فضای مجازی منتشر شد، بدون نام بردن، از فرمانهای اخیر ملا هبت الله آخوند رهبر طالبان گفت که اطاعت از فرمانهای خلاف شریعت واجب نیست. ویدیوی سخنرانی عباس استانکزی در میان اعضای شبکه حقانی در تیویت دست به دست می شود. او در این ویدیو با ذکر این که انتقاد و آزادی بیان در اسلام جایگاه ویژه دارد می گوید اطاعت از فرمانهایی که مطابق شریعتن بر مردم واجب است، اما اطاعت از فرمانهایی که برخلاف شریعتن واجب نیست. محمد جلال، عضو ارشد شبکه حقانی که از او به عنوان مشاور سراج الدین حقانی رهبر این شبکه و وزیر داخله طالبان نیز نام برده می شود، ویدیوی سخنرانی استانکزی را در تویتر منتشر کرد. خالد زدران، عضو دیگر شبکه حقانی و سخنگوی پلیس طالبان در کابل، هم این ویدیو را در تویتر باز نشر کرد و استانکزی را صدای ملت نامید. استانکزی از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان با آمریکا بود که در نتیجه آن توافقنامه صلح دوحه در فوریه 2020 امضا و زمینه خروج نیروهای خارجی و فروپاشی دولت جمهوری در افغانستان فراهم شد. از استانکزی به عنوان چهره اصلاح طلب در میان طالبان نام برده می شود که ظاهراً با فرمانهای اخیر طالبان در زمینه منع تحصیل و اشغال زنان مخالف است. استانکزی روز دوشنبه با یان انگلند، دبیرکل شورای پناهندگان که به افغانستان سفر کرده است، دیدار کرد. یان انگلند اعلام کرد که برای گفتگو با رهبران طالبان در زمینه رفع محدودیت‌های اعلام شده بر کار و تحصیل زنان به کابل رفته است. استانکزی پیش از این نیز از بسته ماندن مدارس بر روی دختران دانش آموز کلاس‌های ششم تا دوازدهم انتقاد کرده بود، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند آنچه استانکزی می‌گوید بخشی از تلاش طالبان برای فریب افکار عمومی و سردرگم کردن سازمان ملل و کشورهای کمک کننده به افغانستان است، تا این تصور ایجاد شود که بخشی از رهبران طالبان با فرمانهای افراطی و زن ستیزانه مخالفند. استانکزی در بخشی از سخنانش می گوید از خود من تا هر کس دیگر که وزیر است، استاندار است یا فرمانده است، اگر در راه غلط حرکت می کند باید انتقاد شود و وظیفه هر مسلمان است که به فرمانده خود بگوید این خلاف شریعت است. استانکزی هم در یک سخنرانی از حق تحصیل دختران دفاع کرد و بسته ماندن مدارس را خلاف شریعت دانست، اما چند روز بعد به قندهار احضار شد و مدت پس از آن در سکوت به سر برد. پس از فروپاشی دولت جمهوری و سلطه طالبان بر افغانستان در حوت 2021، عباس استانکزی حدود 6 ماه در امارات متحده عربی ماند و از بازگشتن به کابل خودداری کرد و با وجودی که در کابینه طالبان به او سمت معاونیت وزارت خارجه داده شد، ماها در امارات بود تا اینکه ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر طالبان، به امارات سفر کرد و استانکزی را با خود به کابل برد. استانکزی در دوران حاکمیت نخست رژیم طالبان از 1996 تا 2011 نیز معاون وزیر خارجه بود.
وزارتخانه های تحصیلات عالی و اقتصاد طالبان اوایل دیما با صدور فرمان های تحصیل و اشغال زنان در افغانستان را ممنوع و اعلام کردند که رعایت نشدن اجاب زنان مسبب توقف تحصیل و اشغال آنان است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.